احمد رضا احمدی، شاعر، نمایشنامه نویس و نقاش، در 30 اردیبهشت 1319 در کرمان متولد شد. در دبستان ادب و صفوی تهران دوران ابتدایی را گذران و دوره دبیرستان را در دارالفنون به پایان رساند. او از 20 سالگی به سرودن شعر پرداخت و نخستین مجموعه شعرش را با عنوان طرح در سال 1340 منتشر کرد. در سال 1343 به همراه نادر ابراهیمی، اسماعیل نوری علا، مهرداد صمدی، محمد علی سپانلو، بهرام بیزایی، اکبر رادی، جعفر کوشابادی، مریم جزایری و جمیله دبیری گروه طرفه را با هدف دفاع از هنر موج نو تأسیس کرد. انتشار 2 شماره از مجله طرفه و تعدادی کتاب در زمینه شعر و داستان از فعالیت‌های این گروه بود. احمدی در سال 1349 در کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان مشغول به کار شد. تا سال 1358 در سمت مدیر تولید موسیقی ماند و از سال 1358 تا زمان بازنشستگی یعنی سال 1373 در بخش انتشارات کانون به ویراستاری مشغول بود. تدوین ردیف‌های موسیقی ایرانی، آوازهای محمد رضا شجریان، ضبط صدا و شعرخوانی از شاعرانی چون نیما یوشیج، احمد شاملو، نادر نادرپور، فروغ فرخزاد، یدالله رویایی، نصرت رحمانی و دیگران از جمله فعالیت‌های وی در کانون بودند. احمد رضا احمدی این روزها نیز همچنان پویا و ماندگار در عرصه ادب پارسی می‌کوشد. Thank you.